سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 20 اپریل تقدیم میکنیم. ساکنان بهارستان ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز به تازه کردن آثار سیل مشغولند. بنا به حساب‌ها تنها به زمین‌های نزد حولگی آنها به مبلغ 100 هزار سومانی زیان رسیده است. سه سال ما در شش ماه، اون سال ما شش ماه در بوی همین مردم رفتیم، این سال با در همین اوحال ما میپرسیدگی آدم نیست، یکان کسای پیشتی کار میشیدگی نیست. و دولت خیاردم که نمی زهبرا رو بکنه، ما دیاردم دولت این همی که زهبرا ما رو بکنه تی سیل ما نمی. بارش شدید باران در شب 18 به 19 اپریل در جماعت ارال باعث به زیاد شدن آب در کانال های آب پرتو شده به منزل تقریبا 100 خانواده آسیب رسانیده است. در این جماعت در مجموع 250 خانواده به سر می برد. مردم دهه بهارستانی جماعت بیم دارند که زیاد استادن آب در نزد دیوار خانه هایشان باعث به ضرر دیدن پای دیوار و ویران شدن منزل هایشان می شود. مسئولان خواجگی آبی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت با آزادی گفتند اگر راهی آب انبار یا گذرگاه آب شرچسای را بندند خطر آمدن سیل در راه آهن دوشنبه یاوان تهدید می کند. جسد بختیار قربان ممدف ساکن 22 ساله شهر کلاب روزی 19 اپریل و همگی بعد از 5 روزی به خدمت سربازی رفتنش به خانه اشان آورده شد. این دانشجوی بخشی غایبانه فکولته اقتصادی دانشگاهی دولتی کلاب در موسم امساله بهاری دعوت به ارتش داوطلبانه به خدمت رفت و دوران سربازیش را در قسم نظامی 02011 وزارت دفاع در رشت آغاز کرد. نزدیکان بختیار میگویند که در جسد ایزی لاتو کبر مشاهده کردند. انجام روز خدمتش بود. ساعت 10 در تلفن کردیم ما غرم در خدمت کسیم و شاید هم نخواب. ساعت 10 هم در تلفن ممکن که هم خیلی گفت. اما مسئولان قسم نظامی قشنهای زودعمل وزارت دفاع در منطقه رشت گفتند که بختیار از بیماری قلب فوتیده است. در دو سال آخر چندین مورد بدرفتاری کهنه سربازان در برابر عسکران نو دعوت شده در ارتش تاجیکستان ثبت شده والدانی را که فرزندانشان به سن عسکری رسیدند نگران میکند. فعالان حقوق بشر ریشکن شدن پدیده مهتر سالاری یا دیدفشینه را کاری سخت میدانند. سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس در ارزیابی های نوی خود از آزادی مطبوعات در جهان در سال 2016 وضع مطبوعات تاجیکستان را در حالت یک رکود خطرناک تصویر کرده است. مؤلفان گزارش می نویسند که بازپرسی های افسران امنیتی، تهدید و ترس دادن ژورنالیستان مستقل به یک بخش کاری روزمره ژورنالیستان در تاجیکستان تبدیل شده، مسدودکنی وبسایت های خبری و هم شبکه های اجتماعی یک کاری همیشگی شده است. تاجیکستان در مقایسه با سال از این پیش 34 زینه پایین رفته در مقام 150 قرار گرفته است. ما از تهدیدهای واقعی به امنیت تاجیکستان از جمله افزایش نفوذ گروه دولت اسلامی و حمله های طالبان آگاه هستیم، ولی متاسفانه آشکار است که حکومت وضع امنیتی را همچون بهانه برای تعقیب مخالفان سیاسی و وسایط اخبار عموم استفاده برده است. شکل پوره این صحبت ویدیویی را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید. مقامات میگویند گمانبر 22 ساله حمله به پاسبان نمایندگی اگرا اینوست بانک در دنگره را بازداشت کردند. اسم آورده نشده است. عین زمان پاسبان کارت خورده در بیمارستان تحت نظر طبیبان می باشد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که در یک حمله صبح بر وقت 19 اپریل حملگر به تن پاسبان بانک 17 کارت زده ولی نتوانسته است وارد بانک شود. تفتیشی پیشکی معلوم کرده است که حملگر میخواست با هدف غارتگری به دفتر بانک وارد شود، ولی با مقاومت شدید پاسبان سابق کارمند امور داخله روبرو شد و بعد شدیدن زخمی کردن فرار کرد. گروه روسیه راکسرای رکورد ارکستر ترانه در وصف شهر دوشنبه را به آلبوم نوی سرودهایش وارد کرد. گروه رکورد ارکستر ماه دکمبر سال 2015 با اجرای ترانه دوشنبه با استقبال گرم هواداران روبرو شد. این آهنگ هنوز سال 1968 از جانب آهنگساز الکساندر زاتسپین و شاعر انیگین حاجی قاسمیف برای فیلم بیلی رایل مقدس محمودوف ایجاد شده است. متاسفانه ضمن سرایدن
ترانه دوشنبه آهنگ در یک جایگی با ویدیو ثبت شده است که صفت موسیقی را کاسته کرد، ولی ما دوباره آهنگ را از نو اجرا و علاهیده ثبت کردیم. اکنون این ترانه با صدای عالی مثل مروارید در آلبوم جای داده می شود. شکل پوره مصاحبه کپیلف با خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو اکرم عبدالقهار را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر دریافت کنید.